این هفته خاموشی اینترنت، ایست بازرسی سریع و تکمیل چرخی زندگی. Stand by, please. Stand by, Alexandra Palace. Switch out, region. Switch out. And cut to Palace. اینجا الکساندرا پالاسه، زادگاه تلویزیون. دوم نوامبر 1936 میلادی، اولین تلویزیون همگانی با کیفیت بالا از اینجا روی آنتن رفت. تلویزیون هم مثل رادیو و روزنامه اومده بود تا سرگرم کنه، اطلاعات بده و افق‌های جدیدی به روی مخاطب باز کنه. اما این روزها اطلاعات بیشتر از یک مسیر دیگه به ما میرسه. شبکه‌های اجتماعی باعث شدن مخاطب بتونه هرچه میخواد بگه و هرچی میخواد نشون بده و این تحول دولت‌های زیادی رو به درد سر انداخته. بعضی کشورها مثل چین، ایران و عربستان سعودی جلوی خبرهایی رو که دوست ندارن به گوش مردم برسه یا موضوعهایی رو که دوست ندارن در موردش گفتگو بشه میگیرن. ولی خیلی کشورها هم گاه گاه به ویژه در برهه‌های حساس شبکه‌های اجتماعی رو مسدود می‌کنن، اینترنت رو کند می‌کنن یا حتی کاملاً می‌بندن تا جلوی اعتراض و ناآرامی رو بگیرن. کشوری که بیش از همه اینترنت رو قطع می‌کنه هند. و اکثر غریب به اتفاق این قطعی‌ها در منطقه کشمیر اتفاق می‌افته. چند هفته پیش دولت هند خود مختاری خاص بخشی از کشمیر رو که زیر نظر این کشور لغو کرد. چون این اتفاقی تا حالا نیفتاده بود. مدرسه ها تعطیل شدند، تظاهرات ممنوع شد، رهبران کشمیری دستگیر شدند و البته اینترنت قطع شد. کمی پیش از این ماجرا دیوید رید سفری کرد به کشمیر تا بتونه از قطعی‌های مکرر اینترنت گزارش تهیه کنه. اتفاقا یکی از آخرین خبرنگارهایی بود که تونست به اون منطقه بره. کشمیر به ظاهر آروم میاد ولی آروم نیست. دولت هند مدت هاست با شورشی ها درگیره. خیلی از کشمیری ها و برخی گروه های دیگه هندی ها رو اشغالگر میدونن. در این چند دهه درگیری حدود 50,000 نفر کشته شدن. حتی پیش از سرکوب این یکی دو هفته، همون موقع که من کشمیر بودم هم دولت هند مرتب اینترنت موبایل رو قطع میکرد. کار ما پیک غذای آنلاینه. اولین پیک آنلاین کشمیری. در چند ماهی که از سال جاری میلادی گذشته، اینترنت موبایل کشمیر بیش از 40 بار قطع یا کند شده و این طبعا به کسب و کار فرستادن غذا با پیک ضربه میزنه. وقتی اینترنت قطعه چی کار میکنید؟ هر بار باید از روی بانک اطلاعاتی که از مشتری هامون داریم بهشون زنگ بزنیم یا پیامک بفرستیم تا اطلاع بدیم که کار میکنیم. شبیه دهه 50 میلادی شده، دوران قبل از اینترنت. خودتون میدونید الان اینترنت چقدر در زندگی مهمه. معمولا فقط اینترنت موبایل قطع میشه و اینترنت خونگی برقراره. چرا از اینترنت ثابت استفاده نمی کنی؟ خیلی گرونه. اینترنت پرسرعت ثابت به مراتب گرونتر از 4G در میاد. خیلی ها امکانشو ندارن بگیرن. مردم از قطع اینترنت ناراضی هن. خیلی ها معتقدن ماجرا بیش از اون که به امنیت ربط داشته باشه برای خفه کردن صدای اعتراضه. میگن هند بزرگترین دموکراسی دنیاست، ولی اصلا دموکراسی نیست. در نظام دموکراتیک صدای مخالف خفه نمیکنن. فکر کردم نظر پلیس کشمیر رو هم بپرسم. نکته جالب اینه که سیاست اینترنتی موجود بیش از اون که برای خونسا کردن عملیات شبه نظامیان باشه، برای اینه که جلوی شایعات و جنگ روانی مخالفا رو بگیره. ما درگیر جنگ نیابتی هستیم. محتوایی که در کشورهای همسایه تولید میشه و از طریق اینترنت به مردم میرسه به هیچ وجه صحت نداره. صرفا جنگ روانیه و بعضا مشکلات جدی در حوزه نظم و قانون ایجاد میکنه. کشمیری ها به شوخی میگن دکمه اینترنت روی میز یکی از مسئول هاست. باور عمومی اینه که هر موقع دلشون بخواد اینترنت رو قطع میکنن و هیچ شفافیتی در کار نیست.
بعضی از قطعی‌های اینترنت بیخودیه. طبق بررسی یکی از سازمان‌های غیردولتی در دهلی، پارسال 30 دفعه اینترنت موبایل راجستان قطع شد، در حالی که هیچ شورشی در اون منطقه نیست. دست کم 4 مورد از این قطعی‌ها صرفاً برای این بوده که در آزمون ورودی استخدامی پلیس تقلب نشه. مقامای مسئول میگن قطع اینترنت با حکم قضایی و تحت نظارت انجام میشه. ناچاریم حرفشون رو همینجور بپذیریم چون نظارت مخفیه. نرم افزاری که ما ساختیم واقعیت اینترنت در هند را نشان میده. این که چقدر و چطور اینترنت قطع میشه. درخواست ما از دولت شفافیته. هیچ آمار رسمی دولتی که نشان بده اینترنت چند بار قطع شده وجود نداره. منبع بخش از اطلاعات ما شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شهروندهاست. هند احتمالاً یکی از قوی‌ترین دموکراسی‌هایی که همچنان سیاست قطع اینترنت رو در پیش می‌گیره و این مشکل زاست. هند بیشتر از هر کشوری در دنیا اینترنت رو قطع میکنه. البته جمعیت هند خیلی زیاده و بیشتر مواقع اینترنت کاملا بازه. بعضا چیزایی سانسور میشه ولی نه مثل چین که محتوا رو فیلتر میکنه. با این همه منتقدا میگن کشورهای دیگه هم از هند یاد گرفتن و در مواقع بحران ارتباطات رو قطع میکنن. نکته جالب اینه که قطع اینترنت خشونت رو بیشتر میکنه. تنها نتیجه قطع کردن اینترنت اگه نتیجه‌ای داشته باشه اینه که امکان بسیج مردم رو برای اعتراض مسالمت‌آمیز که کاملاً قانونی هم هست ازشون میگیری. در نتیجه یک محیط ارتباطی مخدوش و ناسالم به وجود میاد که بالقوه میتونه باعث آشوب و خشونت بیشتر بشه. هفته که گذشت قطعی کامل بود. یعنی نه اینترنت، نه تلفن، نه تلویزیون. هیچ کدوم کار نمی‌کردن. فرستاده ویژه سازمان ملل این اقدام رو بسیار ظالمانه خوند. میشه گفت کشمیر عملاً خفه شده و ارتباط با بقیه دنیا قطع. اینم از گزارش دیوید رید از کشمیر. طبعاً خیلی نقاط دنیا از جمله بریتانیا هست که دولت نمیاد برای کنترل فضای گفتگوی عمومی رو در اینترنت و رسانه‌ها ببنده. اما این سیاست هم به جای خودش تبعاتی داره. It was an attack streamed live on the internet by someone apparently determined to use social media to spread a message of hate. به نظر من اگه نمیتونی جلوی محتوایی که آپلود میشه رو بگیری، باید جلوی آپلود کردن رو بگیری. During the Christchurch massacre. توی قتل عام کرایستچرچ هزاران ویدیو روی فیسبوک و یوتیوب گذاشته بودن و هر کدوم رو هزاران نفر دیده بودن. مردم از همه جای دنیا داشتن این محتوا رو تماشا میکردن. Watching this content. We will look at the role social media played and what steps we can take. They are the publisher, not just the postman. مشخصه که این محتوا افرادی رو به سمت افراط میبره. بعد مسئولهای شبکه‌های اجتماعی میگن آخ، هوش مصنوعیمون یه ایرادی داشت یا هوش مصنوعی این محتوا رو تشخیص نمیده. خب اگه اینجوریه باید قطعش کنن. کارول کادوالدر همون خبرنگاریه که داستان فیسبوک و کمبریج آنالیتیکا رو خبری کرد. کادوالدر توی یکی از مستندهای جدید نتفلیکس هم از چهره‌های اصلیه. مستند درباره اینه که چطور اطلاعات کاربرها رو جمع و تحلیل می‌کنند تا روی نتیجه انتخابات تأثیر بگذارن. یکی دیگه از کارهای کادوالدر فشار به فیسبوک بوده تا جلوی پخش محتویات خشونتبار و نفرت پراکنی و اخبار دروغ رو بگیره. Everything that has sort of enabled us. هر چیزی که باعث شده ما رشد کنیم و بشیم این کشور و این جامعه که امروز هستیم در خطر. Is directly under threat now. مسئولان غربی به جای اینکه وبسایت‌ها رو ببندن، جریمه‌شون می‌کنن. The settlement imposes a record-breaking $5 billion penalty. این جریمه به خاطر فریب دادن کاربران به علت شیوه استفاده از داده‌هاشون تعیین شده. اما اگه جریمه باعث نشه فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه درست عمل کنند، آیا ممکنه بعضی کشورهای دیگه هم این سایت‌ها رو کلاً ببندند؟ کارول کادوالدر معتقده که میشه هم از جریمه پرهیز کرد، هم از سانسور. یکی از جالب‌ترین آماری که در مورد فیسبوک شنیدم این بود که از هر 7 نفری که فیسبوک برای بررسی محتوا استفاده می‌کنه، یکی برای بررسی محتوای آلمانه. علتش اینه که آلمان قوانین بسیار سختگیرانه‌ای در مورد نفرت پراکنی داره و هر کس رعایت نکنه جریمه میشه. الکسود یکی از همکارام در گاردین حساب کرده بود که فیسبوک برای اینکه بتونه همون سطح از نظارت رو که به محتوای آلمانی اعمال میکنه روی محتوای بقیه دنیا هم داشته باشه، باید چیزی حدود 0.5% از سودش رو در این راستا هزینه کنه.
تاریخ و سیاست اسرائیل همواره بحث برانگیز بوده، اما موقعیتش در اون نقطه دنیا باعث شده که قطبی بشه برای استارتاپ هایی که در حوزه فناوری های امنیتی کار می کنند. استیون بکت سری زده به یکی از این استارتاپ ها تا ببینه که فناوریشون چطور روی آینده ایست های بازرسی و مرزها در سراسر دنیا تأثیر خواهد گذاشت. ایست بازرسی و مرز فیزیکی قدمتی کم و بیش به اندازه تمدن بشری داره و یکی از جلوه های همیشگی این بازرسی های مرزی صفه. گاهی باید مدت ها منتظر مون تا تک تک خودروها بازرسی بشن تا احیانا تهدید امنیتی توشون نباشه. اومدم به تل آویو که از ابتکار شرکتی گزارش تهیه کنم که با استفاده از هوش مصنوعی این بازرسی ها رو دگرگون کرده. Introducing UVI. A first of its kind advanced threat recognition system that scans the underside of road vehicles. از فیلم تبلیغاتیش که بگذاریم، سامانه UVI واقعاً در مرزها و ایستهای بازرسی مختلف در جای جای دنیا استفاده میشه. اما مزیت اصلیش چیه؟ اینکه اجسام غیرعادی زیر خودرو رو سریعتر از هر آدمی تشخیص میده. سوال اینه که چجوری میشه این کارو کرد بدون اینکه مشکل ایمنی پیش بیاد؟ معمولاً زیر خودرو رو اینجوری وارسی میکنن، یا میخوابن روی زمین یا آینه میگیرن تا زیر خودرو رو نشون بده. اینجوری لبه ها کاملاً معلومه، ولی کف خودرو درست دیده نمیشه. البته کسی که حرفه‌ای باشه خیلی بیشتر از من میدونه و چراغ قوه‌ش هم احتمالاً بهتر از منه، ولی در هر حال اگه خودرو رو کامل از روی زمین بلند نکنی، نمیتونی با جزئیاتی که این سامانه میبینه زیرشو ببینی. زیر زمین 5 تا دوربین با کیفیت بالا کار گذاشتن که وقتی خودرو نزدیک میشه به کار میافتن. در عرض حدود 1 ثانیه 1000 تا عکس میگیرن. اون 1000 عکس با هم ترکیب میشه و یه عکس با کیفیت بالا از زیر خودرو درست میکنه. همونطور که میبینی وضوح عکس خیلی بالاست. حتی نوشته هم دیده میشه. آره، میتونین بخونین که این در لهستان ساخته شده. بررسی تصویر با چشم آدم خیلی طول میکشه. برنامه‌شون اینه که الگوریتم یادگیرنده این کار رو بکنه. یعنی به طور خودکار تصویرها رو بگرده ببینه چیز غیرعادی زیر خودرو هست یا نه. This is a typical 300. این اندازه یه بمب 300 گرمیه، اینم بمب 1 کیلویی. And this is a 1 kilo. داره دنبال خطر میگرده. همونطور که میبینین سیستم بررسی خودکار 3 تا جعبه پیدا کرد. اونا خیلی سختن. درسته، این دوتا رو فکر کنم منم میدیدم، ولی این یکی این زیر ما خودمون ندیده بودیم، سیستم دید. بله متوجهم. جزئیات خیلی ریز مثل شماره قطعات خودرو یا حتی خشهای ریز مثل اثر انگشت ما میمونه. میشه باهاشون تک تک خودروها رو شناسایی کرد. در نتیجه حتی اگه شما فرضاً پلاک خودرو رو هم عوض کنی، سامانه اگه قبلاً خودروی شما رو دیده باشه قاعدتاً باید شناساییش کنه. نکته اینجاست که اینجور سامانهای هوش مصنوعی وابسته به داده هایی هن که بهشون میدیم. UVI برای اینکه داده جمع کنه صدها خودرو از اطراف دفترشون کرایه کرد. سامانه با اسکن کردن زیر این خودروها کم کم یاد گرفت که زیر خودرو در حالت عادی باید چه شکلی باشه، و وقتی بدونی حالت عادی چه شکلیه هر چیز غیر عادی رو تشخیص میدی. کاربرد بعدی سامانه که بهمون نشون دادن در اتوبوس‌های تل آویو. هر اتوبوسی که از پارکینگ خارج میشه از روی یه حسگر UVI رد میشه. اینجا هم مثل خودرو یه تصویر خیلی بزرگ از زیر اتوبوس گرفته میشه که چیزی غیرعادی نباشه. به جز اون اگر ایراد فنی داشته باشه، مثلا روغن بده یا مشکل دیگه ای داشته باشه، معلوم میشه. توی جدیدترین نسخه این سامانه تعداد دوربین ها رو بیشتر کردن که یه عکس 360 درجه از کل خودرو بگیره، یعنی نه فقط زیر خودرو که کنارش هم بگیره. اینجوری هر خش یا زدگی یا نشونه دیگه هم روی خودرو باشه شناسایی میشه. اوایل امسال ولوو و تویوتا اعلام کردن که میخوان روی این فناوری سرمایه گذاری کنن. در نتیجه در آینده احتمالاً وقتی بخوایم خودرو بخریم یا بفروشیم یا حتی کرایه کنیم، دیگه جای بحث و چونه زدن نمیمونه. شاید هم باعث بشه بیشتر چونه بزنیم. منتها فعلا تمرکز این سامانه روی امنیته. سوالی که طبق معمول باید پرسید اینه که تا کجا حاضریم این جور مسئولیت‌ها رو به هوش مصنوعی بسپاریم. بریم به مرکز فرهنگی باربیکن و سری برنامه‌های ریوایر. امروز یک گروه موسیقی تمرین داره، ولی تمرینش مثل همه تمرین‌ها نیست.
اینجا یه سری دوربین جلوی نوازنده ها نصب شده که قراره به ما بگه که سنشون، جنسشون و قومیتشون چیه. همینطور قراره با استفاده از هوش مصنوعی به ما بگه که الان چه حسی دارن. هدف این تجربه اینه که تفاوت چیزی رو که ماشین میبینه با چیزی که آدم میبینه نشون بدن و مشخصه که در حال حاضر تفاوت از زمین تا آسمونه. سایت ماشین در واقع ترکیبی از الگوریتم های قدیمی کامپیوتری و پیشرفته ترین نمونه های هوش مصنوعی، حدوداً مثل همون چیزی که در خودروهای خودرون یا برای خوندن داده بیومتریک افراد استفاده میشه. بعد یافته هاش رو در قالب یک تصویر یا متن ارائه میده. اما اول فکر میکنه دیوید 4 یا 6 سالشه، بعد نظرش عوض میشه، میگه ممکنه 100 سالش باشه که بعید هر دوش درست باشه، یه جای کار ایراد داره. راستش هر بار من سفر رو نگاه کردم و هوش مصنوعی داشته احساسات منو بررسی میکرده. چیزایی که گفته هیچ ربطی به چیزی که من حس میکردم یا فکر میکنم حس میکردم یا در اون لحظه داشته اتفاق میافتاده نداشت. از نظر هوش مصنوعی احساسات در چند فرض خلاصه میشن. اول اینکه یه چیزی داریم به نام احساسات، درسته؟ که به نظر بدیهی میاد، ولی اگه به بشر در طول تاریخ نگاه کنین، فرهنگ‌های مختلف از زبان‌های بسیار متفاوت و دسته‌بندی‌های کاملا متفاوت برای توصیف اون چیزی که بهش میگیم احساسات استفاده کردن، درست؟ اما از دید کامپیوتر به طور معمول 6 جور حس داریم: ترس، شادی، غم، نفرت، خشم، که همین ها هم خودش زیر سواله. به نظرم هر کدوم از ما اگه یه لحظه زندگی احساسیمون رو مرور کنیم، میبینیم که به مراتب پیچیده‌تر از اون حرفاست. تریور با این فناوری زیاد کار کرده. میگه انتظار دقت بیش از اینم نداشته. البته هوش مصنوعی رو به طور کلی بی مصرف نمیدونه. صرفاً میخواد مواردی رو که به نظرش کاستی میاد بیان کنه. به نظرم ما آدم‌ها دوست داریم باور کنیم که فناوری باهوش‌تر از ما میشه و میتونه بی‌غرض‌تر و منصف‌تر از ما نگاه کنه. ولی چیزی که این تجربه نشون میده اینه که تا رسیدن به اون نقطه راه درازی در پیش داریم. البته این سامانه نماینده قابلیت همه هوش مصنوعی ها نیست. بعضی از تشخیص هاش هم درسته، ولی خیلی از تصمیم هایی که میگیره بر مبنای یک درک محدود از عوامل دخیل در اون پدیده است. و البته ماشین مدام در حال یادگیریه. این بخش صرفاً برای یادآوری این نکته بود که هوش مصنوعی دست کم در زمینه احساسات یا مفاهیم ظریف دیگه به گرد پای ما آدما نمیرسه. من الان روی صحنه هستم. اینجا سالن الکساندرا پالاسه که بعد از 80 سال متروک بودن بازسازی و مرمت شده. محشره نه؟ دهه 30 میلادی اینجا سالن سینما بود. گزارش بعدی ما هم در مورد سینماست، در مورد یکی از پرفروش های امسال. این فکر که با کمک قابلیت‌های فناوری نسخه مثل تصاویر متحرک واقعی از این داستان بسازیم، طوری که شبیه یه فیلم مستند بشه و انگار از دید یه تیم مستند سازه، خیلی هیجان انگیز بود. دیزنی این فیلم رو جزو فیلم‌های سینمایی طبقه بندی می‌کنه که یک کم گمراه کننده است، ولی از طرفی میتونه لحنش درست بشه، برای اینکه ما دقیقاً از تکنیک‌های سینمایی استفاده کردیم و امیدوارم نتیجه طوری بشه که انگار فیلم برداری شده. در صورتی که به جز یک صحنه، تک تک صحنه‌های فیلم با کامپیوتر ساخته شده و تمام بازی‌ها در حقیقت پویا نماییه. برای ساخت فیلم از ابزاری استفاده کردیم تا عملاً یه محیط سه‌بعدی خلق کنیم. بعد یه سری حیوان دیجیتال سه‌بعدی داری که تو این محیط قرار می‌گیرن و بعد رندر نهایی انجام میشه. حالا می‌خواد فیلم مارول باشه یا فیلمی مثل این. ولی چون ما این ابزار رو داشتیم، تونستیم کل کار بیاریم تو این سیستم VR غیرحرفه‌ای که مصرف عمومی داره. در این مورد به خصوص از موتور گیمینگ یونیتی استفاده کردیم. در نتیجه چون محیط رو داریم و VR رو هم داریم، میتونیم افراد رو بیاریم تو این صحنه دیجیتال و اونا میتونن اونجا راه برن و بگردن انگار که واقعا اومدن یه سفر اکتشافی. و این به من اجازه داد که برم سراغ کیلب دشانل که از فیلم بردارهای خیلی خوبه و از مدتها قبل میشناختمش و دوست داشتم باهاش کار کنم، ولی هیچ تجربه‌ای در جلوه‌های دیجیتال نداشت. تو این کار همه چی رو ساده کردیم که اون هم با ما بیاد روی صحنه، یعنی با طراح صحنه و سرپرست جلوه‌های تصویری و کارگردان میومد نگاه میکرد و میگفت فکر کنم باید دوربین رو بذاریم اینجا، یا اگه میشه شیر صحنه‌شو تمرین کنه.
بعد دستیار کارگردان دکمه رو میزد و انیمیشن رو پخش میکرد. ما هم تماشا میکردیم، مثل سر فیلم برداری فیلم عادی که فکر میکنه نور کجا باشه، ولی اینجا اگه لازم بود میتونستیم خورشید رو جابجا کنیم یا درخت‌ها رو. خلاصه این که یک گروه فیلمسازی کامل داشتیم وسط VR که همونجوری که سر فیلم برداری عادی کار میکنن با دوربین کار میکردن. اونطور همیشه حواسمون بود که خودمون رو به عالم واقعی مقید کنیم و فکر کنم به همین خاطره که این زیبایی انقدر مردم رو جذب کرده. مرحله اول فیلم برداری مجازیه که با تصویرهای تقریبی کار میکنیم، یعنی نسخه های غیر دقیق از صحنه میسازم. یه جورایی شبیه بازی های کامپیوتری زمخت میمونه. بعد همه اینا رو میذاری کنار هم و تک تک صحنه ها رو میگیری. در نتیجه کل فیلم رو با دیالوگ و موسیقی موقتی داری. واقعا تک تک صحنه ها رو داری. موضوع فقط تحقیق نیست. اینا همه انتخاباییه که جان و کلب و فیلمسازای دیگه کردن و جا افتاده. تک تک این صحنه ها مثل یه فایل سبودیه. مثل یه فایل داده که فرستاده میشه اینجا به MPC در لندن. بعد ما اینجا یه واحد طراحی داریم که فضا رو طراحی میکنه و همه دوربینا رو اضافه میکنه و به خط میکنه. جوری که خیالمون راحت باشه که اون صحنه درست گرفته میشه. بعد واحد پویانمایی میره سراغ کاراکترها و حرکاتشون رو با نهایت دقت و ظرافت میسازه. واحد محیط و صحنه هم با نهایت زحمت و مشقت کل فضای صحرای ساوانای آفریقا رو طراحی میکنه. یعنی عملا هزاران درخت و بوته و صخره و چیزای دیگر رو میکشه. Life's not fair. Is it my little friend? بعد واحد نورپردازی و واحد شبیه سازی مشغول میشن. اون حرکات آب و حرکت پوست حیوانا که میبینین کار اوناست. همه اینا که کنار هم قرار میگیره صحنه واقعی جلوه میکنه. کل اون جهان، شخصیتهای اون جهان، انعکاس نور از روی سطوح مختلف، حرکت تک تک علفهای علفزار، همه چی باید درست باشه. سینما در بحثش از همون سنت شعبده میاد، درست مثل جورج ملیاس که از هر ابزاری استفاده میکرد که به مخاطب بقبولونه که داره چیزی رو که واقعا جلوش نبود و نمیدید رو میبینه. و بخش از لذت کارهایی که جلوه های بصری داره همینه، به خصوص که اگه چنین داستان قشنگی هم داشته باشه که اون جلوه های بصری سوارش بشه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا میتونید ببینید. همشون اونجا در دسترستون هستند. با ما در تماس باشید با ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از طریق توییتر با شناسه @persianclick که بسیار ساده تر هست. اونجا همه نظراتتون رو میخونیم. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.